بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستا، خوش آمدین به چینل ما انفورمیشن تکنولوژی. احمد جاوید رحمتیار هستم، حاضر هستم در یک ویدیو جدید، یک تاپیک جدید مایکروسافت آپریتینگ سیستم. سریسی از ویدیوها دوستا خواهد داشتیم که مایکروسافت ویندوز آپریتینگ سیستم چی است، آپریتینگ سیستم های مشهور جهان کدام ها هستند، تاریخچه از مایکروسافت ویندوز خواهد دیدیم، اولین ویندوزی که مایکروسافت را به نشر رسانده کدام ویندوز بوده و پس از او در کدام سالها کدام ویندوزها به نشر رسیده، جدیدترین ویندوز مایکروسافت ویندوز 11 می باشه، او را می بینیم که چه قسم ما میتونیم از ویندوز 10 به ویندوز 11 اپگرید کنیم. البته ایره باید گفت به شما که تمام ویندوزهای 10 فری نمیتونه یا مفت نمیتونه که به ویندوز 11 اپگرید شوه. و پس از او ما هم میبینیم که چه قسم یک ویندوز 11 را ما انستالیشن میتونیم، کنفیگریشن میتونیم، و چون ویندوز 11 جدیدترین ویندوزی از مایکروسافت میباشه، ما میبینیم کدام فیچرها داره، لوکش خواهد دیدیم، دیزاینش خواهد دیدیم و بعضی ویدیوهای بیسیک گایدلاینز هم خواهد داشتیم که ویندوز 11 را در دیلی روزمره ورک خود ما چه قسم استفاده کنیم در خانه یا در دفتر. دوستا باید هیره هم گفت به شما که هر ویندوز از خود یک هاردویر ریکوایرمنت می داشته باشه، با مثل که ما چقدر پروسسر داشته باشیم، چقدر ما رم داشته باشیم، چقدر ما استوریج یا هارد دیسک در کامپیوتر خود داشته باشیم تا که ما یک ویندوز انستال کنیم. البته اگر ریکوایرمنت یک ویندوز جدید مثل ویندوز 11 در اگر کامپیوتر ما پورا کدام میتونه، ما باید کمپیوتر خود یک ویندوز جدید انستال کنیم تا که کدام ویندوزی که امروز سبا مایکروسافت رو اپدیت میده. اگر ما فلحال هم ویندوز XP استفاده میکنیم یا ویندوز 7 استفاده میکنیم که مایکروسافت حال او رو اپدیت نمیده، کمپیوتر ما چی میباشه؟ آسیب پذیر میباشه، آسیب پذیر میباشه در مقابل حتی که یک هکر، در مقابل یک ویروس که یک هکر روان میکنه کامپیوتر ما را، به بسیار آسانی هک کرده میتونه، چون ما کامپیوتر ما سیکوریتیش پایین میباشه، اپدیت نمیشه، مایکروسافت اپدیت نمیده. به این خاطر اگر ما میخواهیم که ما سیکیور باشیم، ما از یک هکر محفوظ باشیم، ما باید چی کنیم؟ کامپیوتر ما ویندوزی داشته باشه که مایکروسافت را اپدیت میده. ما باید یک ویندوز در استفاده کنیم، ما باید ویندوز 11 در استفاده کنیم. ولی اگر کامپیوتر ما بسیار سابقه می باشه، هاردویر ریکوایرمنت ویندوز جدید نمیتونه پورا کنه، باز اگر ما انستال هم میکنیم به یک رقم نه یک رقم، کامپیوتر ما پرفورمنس از اون خوب نمی باشه. اگر ما آسیب پذیر نیستیم، در کامپیوتر ما چیزهایی نیست که ما یک هکر کامپیوتر ما را هک کنه، باز ضرور نیست، ما خوب است. اگر حال فلحال هم ویندوز 7 هم استفاده میکنیم، کامپیوتر ما فست کار کنه، کارهای ما را کنه، ضرور نیست که ما او را اپگرید کنیم. دوستا پس از او ما ویدیوهای خواهد داشتیم که ببینیم کدام اپلیکیشن هایی که در ویندوز امروز سبا ما استفاده میکنیم در کارهای روزمره خود، کدامش که مشهور است زیادتر استفاده میشه. بعضی ویدیوهای درباره از خود داشتیم. اگر شما نمیفهمین چیزها را که شما بتانین کارهایتان را پیش ببرین، شما به خاطر دانستن این همه چیزها ما را دنبال کنین. ویدیوهای ما به زبان خود شما به فارسی انشالله نشر میشه. شما را تعقیب کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین، با دوستایتان برسانین. تا ویدیوهای بعدی که ما به خدمت شما حاضر شین، خداوند حافظ.